به نام خداوند جان و خرد، مژگان حکمت و منیژه حکمت امشب مهمان ما هستند. با همین برنامه رو ببینیم. خانم مژگان حکمت یا خانم منیژه حکمت، خیلی خوش آمدید برنامه ما. خیلی ممنون. خیلی خوش آمدید برنامه ما. من باعث افتخارم. خواهش میکنم. روبروی شما میشینم. سمت استادی داریم. خواهش میکنم. و یاد همه دورانهای خوب سالهای 60 و 70. قربونت برم. مژگان صدا بزنم به منیژه، کدوم صدا بزنم؟ هر کدوم خودت دوست داری. تو با مژگان به هر حال منو میشناسی. مژگان بریم. آره بعدم میخوای توضیح میدم چرا مژگان منیژه شد. اصلا بعد نیست از این ابتدا از همین شروع کنیم. چرا مژگان منیژه؟ چرا مژگان من؟ من زمانی که به دنیا شنیدم، زمانی که من به دنیا میام، عموی من یک کسی رو عاشقش بوده احتمالاً، نتونسته بهش برسه و اسمش مژگان بوده. عموی من میگه اسم من باید مژگان بشه. پدرم هم شاهنامه‌ای بود کلاً، یا باید منیژه بشه. پدرم که میره شناسنامه رو میگیره، به نام منیژه میگیره. خب منم تا زمان زندان زن روزش بخواد منیژه رو نمیشناختم. چون من چه تو مدرسه، مدرسه راه هم بود، معلم‌ها آشنا، همه مژگان منو میشناختن. همینطور مژگان، حتی اهالی سینما تمام دوست دارم، خیلی تیتراژ هنوز مژگانم. و بعد از زندان زنان دیگه تو مجبوری اسم پاسپورتی حرکت کنی. و همینطور منیژه، منیژه، و چند سال اول صدا میکردم منیژه، نمیدونستم منو دارن صدا میکنن. آره و نمیشناختم. حالا تقریبا میشناسم، ولی شخصیت خود من با مژگان شکل گرفته. با منیژه دورم، هنوز نتونستم باهاش رابطه برقرار کنم. خب ما با مژگان صحبت میکنیم، دو بخش میکنیم مصاحبه رو. بخش اول با مژگان صحبت میکنیم که هم عضو در واقع اتحادیه تایکواندوگان، هم تایکواندوگان مستقله، هم به هر حال کارهای صنفی زیادی کرده و اوضاع فعلی رو میتونه بررسی کنه. بخش دوم هم با منیژه حکمت صحبت میکنیم، کارگردان بند در بند، در واقع فیلمی که اکنون رو پرده است و همه میتونن ببینن. مژگان جان شروع کنیم از اوضاع امروز، سینمای امروز. ما در چه وضعیتی قرار داریم؟ در ابتذال، در میانه ابتذال، در میانه ناشفاف بودن، در میانه گرانت، یعنی تمام خصوصیاتی که میشه، خصوصیات بد، خصوصیاتی که هنر توش مستتر نیست، میشه به یک در قالب یک هنر، چه سینما چه تئاتر، چیز کرد، القابی که بهش تعلق میگیره، همه ایناست. و در سینمای ناشفافی که مافیای سرمایه حاکمه، این مافیای سرمایه دیگه هنر نمیخواد، تو شرایط غیر شفاف ورود میکنه و که ریشه هاش در تحریمه. هر وقت شرایط ناشفاف حاکم میشه، هنر از بین میره، سرمایه میاد و اون تبارشناسی مالی رو اگر آسیب شناسی کنیم، کثافتی از توش بیرون میاد، نمیدونم اینا پخش میشه یا نه، که باید پاسخ بدن از مسئولین و کسانی که پشتیبان این حضور نامیمون این مافیا بودن. خب مژگان جان، برخی از این شرایطی که تو میگی مربوط به شرایط کلی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی جامعه دیگه. یعنی در واقع سرمایه‌داری در سینما جزی از سرمایه‌داری کل جامعه ایرانه. یعنی اون سرمایه‌داری مافیایی که تو میگی باید در کلیت سیستم باشه دیگه، سرمایه‌داری مافیایی. به چرا به اینجا رسیدیم؟ یعنی سینما به اینجا رسید، سینمایی که همینطور از سال 68 به بعد رشد کرد، اومد بالا، بهترین دوران رو ما بین 67 تا در واقع 71 و 2 تا دوره آقا احمدی بعد شد. در واقع اومدیم، بعد اومدیم 76 به بعد تا 84. چرا به این سینما به اینجا رسید؟ ببین، من فکر میکنم زمانی که پولهای نامشروع وارد تمام عرصه‌های سرمایه گذاری شد، خب سینما هم جدا از این جریان نیست، تئاتر هم جدا از این جریان، روزنامه، رسانه، اون هم جدا نیست. خب وقتی این مافیا میاد حضور غیر شفاف داره، رسانه میخواد، خب مطبوعاتی های ما رو میکنه روابط عمومی هاشون،
از رسانه میگیره چون احتیاج به اون پروپاگاندا داره. سرمایهش ناشفاف باید باشه که بتونه این دور زدن ها رو، اینکه نتونن یقش رو بگیرن، تو شکلهای مختلف نشون بده. ببینین کیا دارن تو سینما سرمایه گذاری میکنن؟ چرا سرمایه گذار ها مشخص نیستن از کجا میان؟ کیان؟ چه کار داشتن؟ از سینما چه شناختی دارن؟ مشخص نیستن. اون پس و پشتن. من خیلی دوست دارم یک روزی تمام این سرمایه گذاره میلیاردی که وارد سینما شدن از ارگان ها، حتی فارابی، اشخاص، آقازاده ها، بیان رزومه شون رو بزن رو میز. و این سوال مشخص رو ازشون دارم، شما برای چی اومدین تو سینما؟ برای اینکه اون پول نامشروعشون رو مشروع کنن. همین. چون میتونن پروپاگاندا داشته باشن، عکس با هنرپیشه‌ها داشته باشن، گرد و غبار کنن. بعد تو این گرد و غبار رسانه‌ای و فرش قرمز و سلبریتی فیک و و و و گم و گور میشن. سرمایه‌داری زائده در واقع نتیجه شرایط فرهنگی سیاسی دیگه. دقیقاً. این سرمایه‌گذاری در واقع تمام کاسه کوزه ها سر اون نیست، شرایط سیاسی فرهنگی باعث شده این سرمایه‌داری رشد کنه. دقیقاً. یعنی شرایط سیاسی اقتصادی بیشتر اقتصادی سرمایه‌داری به سرمایه‌داری تعریف داره. سرمایه‌داری مشخصه تو علم اقتصاد مشخصه. این سرمایه‌داری نیست. من فکر میکنم اسم چه اسمی میشه براش گذاشت؟ ببین الان سرمایه‌داری ایران، آقای دوستمون رئیس مجلس گفتن سرمایه‌داری دولتی، مشکل سرمایه‌داری دولتیه. من معتقدم سرمایه‌داری ایران نه دولتیه نه خصوصی، نه خصوصی و هم خصوصی هم دولتی. شطور گاف پلنگیه، هم خصوصی هم دولتی. بله، این در واقع بعد هم دیگر پشتیبانی میکنه. آره هر دوش هست در واقع. سرمایه‌داری به این نوع سرمایه‌داری ها معمولا میگن مافیایی، چون روشن نیست. بله، شفاف نیست. در واقع سرمایه‌داری میشه سرمایه‌داری مافیایی، هر کسی میتونه هر کاری بکنه. و در سرمایه‌داری مافیایی نه مالیاتش مشخصه، نه در واقع قاعده بنده، قاعده من نیست سرمایه‌داری مافیایی، و نه قاعده پیروی میکنه در واقع. ازش قاعده پیروی آره. نمیکنه. من تا الان علتی که آمدی به این جنس فیلم لو باجت اینه که آره اینه. علت اینه که سینمای اجتماعی با مشکل مواجه شدی؟ ببین دو تا جریانه. یکی این که وقتی ابتذال میاد اون سینمای متفکر اندیشمند که من مدعیش هم نیستم اصلا، خب دیگه وجود نداره. دیگه فیلم سازای خوب ما نیستن. یکی که اسم ببریم همین امروز کیومرث پور احمد نوشته بود. اصلا ما حذف شدیم. من به بابت اینکه حذف نشیم اومدم برای بالو باجت فریدون. اومدم بگم یک جریان سومی داره به وجود میاد از این جریان دولتی و این جریان مبتذل که با حداقل پول، با اندیشه، با طرح‌های نو میتونه بره و فیلم بسازه. و فیلمی بسازه که تا اونقدر ازش دفاع کنه. هرچند مافیای اکران نمیذاره تو، شورای صنفی مافیای اکران نمیذارن تو دیده بشی. گرد و غبار این فرش قرمز اینا نمیذارن تو فیلم تو دیده بشه. نه شورای صنفی و میگی نمیذارن. شورای صنفی اصلا سینمادار گوش برفش نمیده. نه دیروز بس بود. سینمادار تابع فروش فیلمه. یعنی اکران به این دلیل اضافه میکنه که فیلم بفروش، اکران اضافه میکنه. حالا میخواد دینامیت باشه، گشت ارشاد سه باشه یا فیلم تو باشه. برای دو. من خودم، من بدنه سینما. من اصلا دوست ندارم سالونی که پر داره یه فیلمو بره بده به من با 10 تا تماشاگر. ولی اون سینماها یه نمیدونم خیلی پول دارن دیگه، سینما داره و اینا وی آی پی های 20 نفره که دارن، 10 نفره که دارن، اونا میتونن اکران بدن. خب یعنی در یعنی الان با این حساب که تو میگی، علتی که تو اومدی به این سینمای لو باجت اینه که احساس کردی که تفکر در سینما تحت شعاعی یک شرایط سیاسی اجتماعی قرار گرفته و سرمایه. ممیزی و سرمایه. سرمایه. یعنی ما دو نوع ممیزی داریم. آفره. ممیزی سرمایه و ممیزی دولت. کاملن. ممیزی سرمایه خودش در واقع آدم رو ممیزی میکنه که چه فیلمی بسازی. دولت هم میگه تو رفتی سوژه بدی که بخوای فیلم اجتماعی بسازی گیر کنی؟ ما اصلا یه گوش برفشون ندارم. وقتی ببین من دنبال کردم فریدون، دیدم این جریان ابتذال سرمایه گذاری ناشفاف دولت پشتشه، دولت به عنوان مدیرای فرهنگی ساپورت میشد، اصلا دیگه ولشون کردم. من اومدم فکر کردم چگونه در قاره خودم نمیرم بعد از
ببین مشکان جان، من مجبورم بعدن اگه کسی از سوال نکنه. خب. سرمایه گذاری پشت مدرسه موشا شفاف بود؟ شفاف بود. پس سوالاتی که ازت کردن و راجع به عدم شفافیت بابت چی بود؟ اون مال بحثی بود که من بابت پولای نامشروع رو انداختم، اونا اومدن و زدن. یعنی معلوم بود که سرمایه اومده برای تو؟ ما یک قرارداد شفاف داشتیم. آها. خیلی شفاف. خودمونم سه نفر بودیم، مالیمونم مشخص بود، تحویل دادیم. توی یک درگیری سیاسی اونا فضا برای ما درست کردن که بعدم گرفتنشون شنیدم و نمیدونم کلی ماجرا داشت. یعنی آدمایی که پشت سرمایه گذاری تو بودن شفاف و روشن و مشخص بود. بله مشخص بود. یه بانک بود و توی اصلا درگیری ما همه چیم خوب پیش رفت. از جایی رسید که مسئول اون سیستم بود، نه اصلیش، دیدم که خب جای نامشروعی ایستاده. اونجا من درگیر شدم و اونا قدرت دارن، وکیل دارن، پول دارن که اون من تو اون موقع با همین سینما دارا نوشتم ها. من این چاپ میکنم مجران جان، تو با همین سینما داره که الان بهشون اعتراض داری اون موقع همکاری دقیق داشتی؟ اصلا شکی ندارم، یعنی خیلی همکاری داشتی و یک از سینما دارا کنارت بود. من نمیگم سالن 100 نفریشون که فلان فیلم پور میشه به من بدن. نه اصلا تو کلی سوژه فیلم بندربند صحبت نمیکنیم، کلی سینما چرخه. اگه اقتصادشو در نظر بگیریم، اقتصاد درست، باز این اقتصاد هم اشکال داره، این چرخه اقتصاد تو گردش سینما هم اشکال داره. این فیلم فلان سینما دار و فلان کسی که تو شورای صنفیه و فلان میدونیم، فریدون نمیتونیم بگیم نه، فلان کسی که با ارشادم ارتباط و زد و بند داره، این باید بیاد ویژه بره دیگه. اینا نمیشه پنهان کرد. اسم ببری؟ دونه نه دونه؟ نه اینا که نمیشه. ببین فریدون، این آسیب شناسی باشه در میاد، این زنجیره از توی ارشاد هست، میاد تو شورای صنفی هست، میاد تو سینما دار هست، میاد تو این تهیه کننده های عجیب غریبی که اصلا ما نمیشناسیمشون و ورود پیدا میکنم و سرمایه گذارا، و این حلقه میاد. خب جریان سازش چیه؟ سلبریتی فیک میسازه، کارگردان فیک میسازه، جریان سازی فیک به وجود میاره در عرصه سینما که اسمش هنر نیست، و اون پولای نامشروع ناشفاف که میاد همه اینا رو پوشش میده. بخوایم یا نخوایم این آسیب شناسی بشه. چرا 5 سال 6 سال 7 سال ما داریم داد میزنیم یه حلقه درست نشد بگم بیم آسیب شناسی کنیم اینو؟ این چیه که اینا هی میگن؟ چه اشکال داره همه رو بریزیم رو دایره مشخص بشه؟ تو یکی از کارگردانان سینمای اجتماعی یا اعتراضی ایران بودی که حالا ما میگیم اعتراضی، که حالا شکل دیگه ایش اجتماعی هم هست. الان وضعیت اون سینمای اجتماعی و اعتراضی رو در حال حاضر شده؟ وجود نداره. چرا؟ برای اینکه نباید وجود، برای اینکه مرجعیت پیدا میکنه. ببین وقتی مرجعیت پیدا کنه در شرایط اقتصادی اجتماعی میتونه تاثیرگذار باشه، تو بنبست‌های اجتماعی میتونه بیاد تاثیرگذار باشه. با پول مرجعیت رو گرفتم فریدون روک بگم. من فکر می‌کنم یه حلقه نشستن گفتن چطوری مرجعیت از سینماگر از این عرصه‌های مختلف هنر بگیریم. گفتن آقا کار نداره، 40 50 میلیارد به ما بدید می‌گیریم. گرفتم. از این راحت بگم خیلی راحت گرفتم. آخه تو این دوران فیلمایی هم ساخته شده که مثلا آره، فیلمایی که آقای فرهادی ساخته، فیلمایی که آقای فرهادی سرمایش از ایران نمیاد اصلا، فیلمی که مثلا دوستمون آقای دورمیشیان ساخته، لانتوریو اینا ساختش داره. فیلماشون کو آره. اونا جرئت میکنن بیان اکران کنن؟ نه الان اونا که اکران شده، فیلم آخرش آخریش آره. مجبوریم اکران نشه، مجبوریم اکران نشه. خب ببین اونا سینماگرای سعید روستایی ساخته. سعید روستایی خیلی فیلمساز خوبه ولی سرمایه‌اش از کجا میاد من نمی‌شناسم. آیا سعید روستایی یه روز این سرمایه میلیاردی رو بشنادن بگن که مثلا ما 300 میلیون داری برو فیلمتو بساز، میتونه بسازه؟ آلوده این پولا نشه؟ میتونه 500 میلیون بده، نه 1 میلیارد بده، نه 3 میلیارد بده، میتونه بسازه؟ خانم بعد الان وزیر داره میگه که سینما باید امید بده. امید در سینما از ریشه‌اش از کجا میاد؟ از جامعه. آفرین، همینه. یعنی در واقع هیچ کسی فیلمساز نمیگه چی بساز، خودشه که مبتنی بر شرایط فرهنگی جامعه فکر میکنه، تأثیر میذاره.
کدوم ور تاریخ میخوای وایسی؟ تو این شرایط ناامیدی، تو این شرایط اقتصادی یه هنرمند قرار کجا وایسه؟ فرید اونجا با بره آلوده بشه، قلاده رو بندازن گردنش و افسارشو بگیرن دستش؟ نمیفهم منظور تو. من خیلی روشن میگم. ببین هنرمند یعنی ما نمیتونیم در بستره شرایط خاصه تاریخی اجتماعی سانسور کدوم ور میخواد وایسه؟ نه یعنی هنرمند، حالا اون سانسور رو میذاریم کنار، یعنی میگیم هنرمند تحت تأثیر شرایط سیاسی و فرهنگی اجتماعی هر دورش فیلم میسازه. هر دورش فیلم آره. چگونه میسازه؟ یعنی زندان زنان محصول دوره اون سالیه که تو فیلمشو ساختی و در واقع جاده قدیم محصول دوره دیگریه که تو فیلم ساختی. آره. الان دو فیلمی که اینجا هست دیگه سزن و سزن محصول دوره اون دیگه. هم سانسور شد یک سال سزن بود. سزن محصول دوره زمانی که زندان زنان فکر میکردی به یک نوع مبارزه اجتماعی فکر میکردی، زمان زن یه جور دیگه فکر میکردی و زمان جاده قدیم یه جور، همه هم متنی بر شرایط فرهنگی. یعنی اگر مثلا تو این سه فیلمو ساختی کسی بهت نگفته برو جاده قدیم بنویس، کسی بهت نگفته نه. شرایط فرهنگی اجتماعی سیاسی تو نگاه کردی و در واقع اون شرایط سیاسی به تو خط داده که چی بشه، چون طبقه متوسطه برای تو این سینما هست برای این شرایط فرهنگی سیاسی فیلم میسازه. یعنی اگر ما بریم مثلا هر فیلم سازی رو نگاه کنیم هر فیلمش محصول یک دوره شده. نه نه ببین اگر بریم رو فیلم سازی تو تمام دنیا خب آره هر فیلم ساز ببینی حالا بریم تو ایران آره. محصول شرایط خودش. خب آره من میخوام بگم که آقای ولی مثلا ببین جریان نامطلوب خیلی ببین نه نه من میخوام بگم جریان رو با یک ببین تو یک شرایط سالم رقابت تفکر اندیشه و هنر و شرایط برابر محصول دوران خودشه. نه من حالا اون شرایط من میخوام یه چیز دیگه بگم، میخوام بگم که آن فیلمسازی که میخواد امید بده امید رو از جامعه میگیره، درسته؟ بله. یعنی جامعه اگه جامعه امیدوار روپایی باشه اون امید به طور طبیعی در کارش منتقل میشه دیگه. درست. یعنی سعی میکنه با اندیشه خودش اون امید اصلا تو فضا داره زیست میکنه بده. حالا امید امکان داره به شکل یک مبارزه باشه یا امید امکان داره به شکل یک خوشبینی باشه، به هر شکلی که باشه دیگه. اگر نتونه بگیره اون از جامعه شکل دیگه ذهنش میکنه، یعنی ذهنش شکلیه. پس نمیشه از بیرون گفت تو بهش امید بده به جامعه. نمیشه. تو با محیطی که داره زیست میکنه برایند اون ذهنشه. یعنی اگر شرایط اقتصادی جامعه الان یکم مطلوب بشه، درست بشه، فضای سیاسی و آزادی های اجتماعی سیاسی یکم بازتر بشه، خب طبیعتاً آدمی که داره فیلم میسازه مبتنی بر این شرایط حالش بهتر میشه دیگه. وقتی حالش بهتر میشه فیلمش بهتر میشه. آره وقتی که تمام معضلات اجتماعی، ناهنجاری اجتماعی روز به روز سیر نزولی داره، سیر صعودی داره، تو کجا یک دریچه ای میبینی که بتونی امیدوار باشی؟ دیگه نهایت بخش ناامیدی من بندربنده. هی با بنبست میخوریم. دیگه 40 سال عمرمون رو گذاشتیم. چقدر بریم به این دیوارهای سیمانی بخوریم و برگردیم یه راه یه روزم پیدا کنیم؟ شما به عنوان سن نرفتین در واقع صحبت بکنید، در واقع با وزیر نگفتید، شرایط رو تشریح نکردید. چرا؟ تحلیل شما با آقای خضایی جلسه داشتید؟ نه آقای خضایی تو همون جلسه بود. تو همون جلسه بود. آقای خضایی هم حرف زد تو جلسه یا نه حرف زده نشد؟ آقای وزیر وقتی مطالبات ما رو دید کاملا شونه خالی کرد، گفتش که من کاری نیستم، همه کار آقای خضایی. آقای خضایی پاسخ مطالبات شما رو داد؟ نه چیز خاصی نگفتن. دریافتی من ندارم. یعنی شما توی الان توی این صنف هستی به دریافتی از شرایط جدید نرسیدید؟ نه. یعنی من نمیدونم آیندم چیه توی شرایط. خودت به عنوان فرد؟ من فردی دیگه عمل میکنم. آره فردی عمل میکنم. فردی عمل میکنم. ببین من خیلی روشن وقتی میبینم که هیچ دریافت شفاف روشن نمیگیرم از روبرو به عنوان مدیران فرهنگی، تصمیم به فردیت می غالب میشه دیگه. میگه من میرم با ویدیو با موبایل فیلمم میسازم. چون من فیلم سازم. من تهیه کننده، من کار دیگه بلدم، شغلم عوض کنم. خب پس من اون فردیت می غالب میشه یا مهاجرت، یکی از این دوتا، یا اینکه بری تو قارت و بمیری. ما سه تا راه بیشتر نداریم. اگر
وارد اون جریان مفسد پولشویی و مافیای سرمایه نشیم. سه تا راه داریم. یا بریم بخصوص فیلمسازهای جوان و فیلمسازهای قدیمی درجه که ما بریم تو قارامون سکته کنیم، بعد براشون یه تشریح بگیریم ببریم به صحرا بمیریم. یا مستقل لو باجت بریم با حداقل فیلممون رو بسازیم، با موبایل بسازیم. فیلم 19 من 90% با موبایل. یک سوال کلیدی میخونم، وقتی زندان زنانه میساختی به جامعه چجوری نگاه میکردی؟ هشدار بود زندان زنان. وقتی که امید داشتی در جامعه باشی. آره. فکر میکردم که اونی که فکر میکردی اصلاحات موفق میشه. وقتی جوانگرایی میشه، نسل ها مدام میان تو زندان، زندان پرتر میشه. وقتی جاده قدیم میساختی احساس چی بود؟ جاده قدیم موزل اجتماعی بود، تجاوز، چیزی که الان چقدر وحشتناک داره. احساس خودت موقع فیلم سازی چی بود؟ چگونه به جامعه نگاه میکردی؟ من فکر میکردم که اگر تو جامعه گفته بشه موزلات اجتماعی و صدای بلند از جمله تجاوز، خیلی مشکلات رو حل میشه، بیان بشه، سانسور آشغالا رو نده زیر فرش. و موقعی که آمدی بندربند بسازی احساس میکردی که دیگه نمیتونی به جنس سینمای جاده قدیم، زندان زنان و یا سزن، سینمای داستانی، چون اینا پروداکشن داره، به هر حال پول میخواد، سرمایه، سینمای جریان داستانی و آره، جریان سازی فیلم لو باجت، چه پوستر خوشگلی داره، لو باجته که ما راهی نداریم، مفردی نداریم، احساس کردی دیگه نمیتونی. اما زمانی که مثلا تهیه کننده بودی و فیلم چیزی میساختی، مرسی موشایی میساختی، فکر میکردی میتونی در واقع. ببین من اونو تو ناامیدی ساختم، همون دورانی که تو میگی. ببین جامعه دچار ناامیدی شد، دوره آخر آقا احمدی نژاد بود. من تصمیم گرفتم یه سری فیلم کمدی بسازم و یه زندگی اجتماعی کوچولی شکل بگیره تو دل مردم و امید بیا بالا. وقتی که رفتارهای اجتماعی پررنگ بشه، من فکر میکنم امید برمیگرده تو جامعه. هر کس نمیره تو قاره خودش تو این آپارتمان بتونی در ببنده. اینکه یه نوه و مادر بزرگ و مادر و پدر همه با هم برن سینما، یک اتفاق رخ میده. اصلا من این خاطر فیلم های کمدی کار کردم من اون سالا، که این امید رو برگرده، این زندگی اجتماعی رو برگرده. آخه یک چیزی که اصلا فراموش شده زندگی اجتماعیه. ما یه خیابونی نداریم که پدر و مادر و بچه هر روز بعد از ظهر دستشون رو بگیرن بدون مزاحمت برن این خیابون رو برن یه بستنیشون رو بخورن با شرایط، با همین شرایط اقتصادی. تعریفی برای سینما اجتماعی داری؟ تعریف مشخصی ندارم. به هر حال سینمای اجتماعی قرار نیست گره‌گشا باشه، قراره بگه. این سینمای اجتماعی که دوستان میگن همه جامعه رو تلخ میبینه، جامعه رو سیاه مثلا میگن، سیاه نمایی میکنه، محصول چیه؟ محصول جامعه هم. محصول یک بی‌اعتمادیه دیگه. به هر حال ببین بی‌اعتمادیه، سیاست‌گذاری محصول بی‌اعتمادیه. بله. اون سازنده است. بله. به اون شرایط فرهنگی، کل مجموعه‌ای که شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسیه. یعنی ما بدونیم که اون سینمایی که تلخ می‌بینه محصول یک بی‌اعتمادیه. بله. وقتی بی‌اعتمادی، اگه ما برگردیم تو جامعه، ان تو همین ایران پس از انقلاب، نمی‌خواد بریم قبل از انقلاب، ما این بی‌اعتمادی رو همه دوران‌ها نداشتیم. نداشتیم. یه دهه 60 در واقع اولش نداشتیم، دفعه دومش نداشتیم. فیلم‌های داشتیم تو دوره اصلاحات که راجع مبارزه زن و اینا صحبت می‌کنه و اینقدر تلخندیش نداشتیم. نه. از چه سالی داشتیم؟ ببین ته اون حتی موزل اجتماعی هم. بله بله. زندانی 20 ساله میاد بیرون. قهرمان داره. ببین قهرمان داره. میاد بیرون از زندان. فیلم‌ها دوران اصلاحات. بله. قهرمان داره. قهرمان داره. قهرمان دارن و تا آخر 84 تا آخر 84 دیگه نابودی بود. نابودی اومد. ناامیدی اومد و 92 هم نتونست جبران کنه. نه دیگه نتونست. 92 هم نتونست. جا به جا نشد. چی ناامیدی ها جا بعد جبران. فقط برای اینکه سرپوش بذارن توی روی یه مقدار ترمیم شد. چرا یه مقدار اعتمادا بین 92 تا 96 ترمیم شد؟ به نظر من بیشتر ضربه تو 92 تا 96 خورد. محصول دولت آقای روحانی و مجموعه فرهنگیشون این مافیای سرمایه رو وارد کردن. اینو فراموش نکنید. از دوره آقا احمدی نژاد شروع شد. چرا؟ که تحریم‌ها شروع شد و پول ناشفاف اومد، توی دوره آقای روحانی اوج خودش رو داشت. پس در واقع تو معتقدی سینمای اجتماعی متأثر از شرایط فرهنگی سیاسی اون جامعه‌ای که فیلمساز در این زیست می‌کنه و وقتی اینقدر تلخ نگاه می‌کنه
اون بی‌اعتماد به اون شرایطی که در واقع درش داره زیست میکنه. داره زیست میکنه. یعنی نتیجه بی‌اعتمادی فیلمساز به زیست خودشه. یعنی زیستی که داره میکنه. و وقتی که اون بی‌اعتمادی به اعتماد وقتی به اون بی‌اعتمادی به اعتماد تبدیل بشه، طبیعتاً محصول هم از حالت چیز در میاد. پس وقتی من ببینم حال مردم هم خوبه، وقتی ببینم که اینقدر مشکلات اقتصادی وجود نداره برای مردم، وقتی ببینم ناهنجاری اجتماعی شروع کرده به سیر نزولی، حالا منم خوبه. مگه ما چی میخوایم؟ ما در یک ساختاری زندگی میکنیم که مجموعه 80 میلیونی پیرامونمون وجود داره که درد هر کدومون درد ماست. بخوایم یا نخوایم شعارم نیستش. حالا مون خراب میشه، حالا مون بد نمیشه. میتونه تاثیر مثبت داشته باشه، ولی وقتی ما ببینیم این روند رو به رشته، وقتی ببینیم داره سامان میگیره، به سامان میشه، اون وقت از وقتی ببینیم اون مافیای سرمایه آروم آروم غیب میشن تو شفافیت و توی روند بهبود شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کشور، من فکر میکنم که اون امیده توی موسیقی خودش نشون میده، سانسور کم شده، اعتماده. بابا بعد از 40 سال کار تو سینما اصلا هیچ جوری به ما اعتماد ندارن. اول من فکر میکنم که باید بیان بگن ما اهالی سینما، اهالی موسیقی، اهالی تئاتر، ما کیم؟ اپوزیسیونیم؟ ما کیم؟ ما چیم؟ دغدغه‌مون چیه؟ شما به جای اینکه این فسادی که وارد آگاهانه، شما میگین آگاهانه، من کاملا آگاهانه، وارد هنر کردین، یعنی اونو بگیرید، میایین ماها رو به عنوان انگای مختلف میچسبونیم و هرچی دوست داریم به ما میگید، ما با جون و دل بایستیم تو این کشور کار میکنیم. من فکر میکردم که شاید کرونا یه ذره شرف و حداقل به یک کسایی تو این سینما داده باشه، یک ترس، یک دلنگرانی. اکران بندربند به من نشون داد که نه شرافتی هست، نه اون مافیا کمرنگ شده و یه مجموعه شرایط سخت و دردناک. فیلم ویژه ساختی، فیلم خاص ساختی. حالا بریم وارد بندربند میشیم و من فکر میکنم دعوت میکنم از بازیگرت رضا کولقانی که به ما بپیونده با گیتارش و باید بندربند بشه. بله موافق. امیر این بارون یه خورده دیگه بباره صد سرریز میکنه، بعد اون موقع میتونیم از گرخه بریم تا راین نداش. اون موقع است که یورو در میاریم و تومن خرج میکنیم. خفش ببین بکر رو آب اینجوری شناوریم. خیلی چیزا کولقانی دیگه معنیش میشه؟ کولق چاهای باستانیه که حالا ایرانیای باستان میکندن برای حفظ آب و در زمستان حفظ آتش و به مجموع کولق ها میگن کولقان. یه منطقه در بندرعباس و یک منطقه در قشم. خودت بچه کجایی؟ من پدرم بندری بلوچه، مادرم هم گیلانیه. به شمال و جنوب هم پیوند زدی؟ خیلی خوشبختانه. بازیگرت معرفی کنم، خانم منیژه حکمت. یک از شانس‌های من بود رضا کولقانی. وقتی به اسنگ زدم تو سیل مجوز نداشتی، تعطیلات عید اینا، همینجور بررسی کردم یکی دو جا تو فیلم‌های دورمیشه اینا بازی کرده بود، دیدم خودش لانتوری بازی کرده بودی. عصبانی نیستم بازی. عصبانی نیستم بود. زنگ زدم بهش گفتم رضا یه کاری میای، اصلا نمی‌شناختمش. بعد رضا اومد. رضا چون یک گروه کوچولو جمع شدیم، فیلمنامه اصلی نداشتیم، باید سریع آماده می‌کرد، مجوز می‌گرفتیم سیل فروکش نکنه، برسونیم خودمون. رضا تو تمام بخش‌ها به ما کمک کرد. ترانه ها یادی هم کنم جناب طلویی که ترانه سرا بود، قصه ها و یک خاطراتی که داشتن خیلی
تو ساختار ایده موسیقی، سفر، جوان. سیل بله. از رضا میاد؟ آره. یعنی رضا موثر بوده این ایده؟ خیلی مثلا اون سکانس چیز اصلا مال رضا شناسمش، پلیس راهنمایی، خاطره خودشه. یعنی بقیه بازیگر جوانت که معرفی کن اسمشون چیه؟ ببین رضا کولقانی، رضا محمد حسین تاریک از بچه های خوب تئاتر، امیر بود دیگه. مهلا موسوی نقشه مهلا بود. آره آره. و پیغام که کمک من بود و یه سکانس هم بازی کرد. آره. این سه تا جوانی که بودن، این ایده سفر، سیل و در واقع این مشکلات و موسیقی از کی میاد؟ از من. از تو؟ این ببین فریدون، یه زمانی تو کافه‌های کوچولو تهران خیلی کار جذابی بود. یعنی من این سری مستند گرفتم، یه خانم‌هایی با خانواده‌هاشون، با پدر، با مادر، با همسر از شهرهای دور می اومدن اینجا میخوندن. سه تا آقای داورم، خانم داور، آقای داورم نشسته، یه اپلیکیشن داخلی هم تو اون کافه کوچولو بود، خودشون به خودشون رأی میدادن و میرفتم مرحله بعد. خیلی کوچولو من اینا رو کشف کردم، این همینجور تو ذهنم بود. و این شهرهای دوری که حالا با هواپیما، با اتوبوس، با ماشین خودشون صبح میومدن میرسن اینجا و شب بعد میگشتن، همینجور میگفتم اگر این فیلم جاده‌ای کسی که میخواد بیاد تو تهران مسابقه بده نرسه به تهران چی میشه؟ این همینطور بود به عنوان یه طرح. سیل که اومد فکر کردم که خوب اینا انتخاب شدن، یک هفته قبل بهشون گفتم فلان روز باید تهران باشه، اینا حالا تو سیل بیا. خب بعد این طرح رو من بردم کافه پگاه آپارتمان، فرهاد فوزونی اونجا بود، پگاه اونجا بود، دوستان دیگه، فرشاد فوزونی اونجا بود. گفتم بچه هم خواهم اینو بسازم، پولم سیل ندارم. سیل برای نماد بود؟ سیل نماد بود، نماد محدودیتی که بعد. یک نسل باشه همه راه ها رو میشکونه، بنبست ایجاد میکنه، را در را نداری، دور خود با دور بزنی و ویران میکنه. و سفر یعنی چی؟ سفر نماد چی بود؟ سفر حرکت. با تموم این گرفتاری با نسل جوانی که داری حرکت میکنه. حرکت میکنه. تعریفت از این نسل چی؟ من فکر میکنم این نسل بسیار از نسل من باوشتره، آگاهتره، خواهان خوب زندگی کردنه، خواهان موفقیت تو بخش خودش و هیچ تابایی هم نداره. ما ها تابه داشتیم، آرمانگرام نیست، نمیخواد هزینه به زیاد بده بابت پیدا کردن راهاش. ما هم هزینه میدادیم، نسل ما جنگ، انقلابی، اصلا اهل این چیزا نیست، ولی خواهان زندگی خوبه. خود تعریف در نسل چیه؟ وقتی میگه آرمان نداری، تو ترانهات آرمان نداری با من؟ آرمان گره با آرمان فرق رو اما ببینید، حالا 100% که هر نسلی یه آرمانایی داره، به یک آیندهی فکر میکنه و به اون بقای فکر میکنه. ولی من بقا زندگی کردن در یک جامعه پر از تناقض دیگره. دقیقا. ولی مسئله اصلی در مورد این نسل، نسلیه که بدترین حالتش فراموشکاره، بسیار زیاد. نسل خودم رو میگم، شما از 4 سال پیش، از پلاسکو به بعد، ما در نوار حادثه هاییم و هممون داریم با این حوادث فقط شوخی میکنیم که بگذره و غمش. این اصلا به نظر من یه مشکله، شوخی کردن با حادثه ها، شوخی کردن با مشکلات، شوخی کردن با مشکلات مردم. میدونین این اتفاقا توی نسل ما هست. میرین در مورد میگن زلزله کرمانشا، کامنت ها رو میخونین نصفش فقط خندیدن به وضعیت هست. یعنی یارو تو آواره ولی داره به وضعیت میخنده، تو سیل داره به وضعیت میخنده. چرا؟ چون خودش هنوز گرفتار اون مصیبته به شکل عمیق نشده. میبینین مثل شخصیت خود نوید تو فیلم که من بازی کردمش، تا اونجایی که ما مشکل و موزل اونو ندیدیم، داره میگه همه چی خوبه بابا، اوکیه، میریم کیف میکنیم، تهران فلان اینجوریه، میریم از اونور میریم خارج، میریم اینور، میایم خونش رفته زیر آب، گیتارش رو آب، عزیزاش از دست داده و اونجا میبینیم آها بحران این شروع شد، دیگه نمیتونه شوخی کنه. پس معتقدی نوید برآمده از یک جامعه فعلیه و در واقع نماینده یک نسل فعلیه با موزلات، با مشکلاتی که تو داری میگی؟ آره دقیقاً. نسلی که هر چی
میدونی نسلی که زندگی دویده و پشت سر زندگی دویده و هیچ وقت نتونسته برسه. این نسل تو اون کافه شناختی تو؟ آره این نسل رو شانس من بچه ها من. تو هم داری؟ آره دوستای بچه های من دوستای من هم. من هم دوستای همسن خود برابر ندارم. همین دوستای محشید رو بگو دوستای من هم. خب این شناخت از اون بچه ها همه میاد. بچه ها میاد. وقتی میگی کافه در واقع کافتری های سابق دوران ما تبدیل شدن به کافه. آره. یعنی که اسم نوستالژی گذاشتن که بد نیست که دوست سیاست مداران تو شهر بچرخن و داخل این کافه ها رو ببینن در واقع. آره. که در واقع شکل شمایلی که این کافه ها دارن که یه جوری دیگه و جوانایی که توش میشینن گیتار آره. میزنن با هم حرف میزنن صحبت میکنن. تو در مورد ترانه های فیلم و موسیقی به ابعاد اینا فکر میکردی؟ ببین ما یک گروه شدیم. خب تو توضیح بده اصلا. آره این گروه جوان اومد گفتم ببینید این فیلم شماست و قرار این جریان سازی رو لوباجت هم را بندازیم، این جریان سازی سینما اجتماعی هم را بندازیم. اینا همه اومدن واقعا چنبر زدن رو فیلم. فیلم بردارم. فرهاد فوزونی گرافیست درجه یک، درجه یک، یعنی دست راست من. پگاه بود، بچهای بازیگرم بودن، صدا بردارم بود. همه اینا کلا تعدادی نبودیم. مدیر تولید درجه ای که من اسم ببرم جعفر اوروژی که گونه بود اصلا این فیلم ساخته نمیشد. اینا اومدن چنبره زدن رو فیلم. حتی یه جاهایی من خسته میشدم نمیکشیدم. خیلی شرایط سخت بود. خیلی فیلم سختیه. خیلی سخت. خیلی سختی کشیدم. من نمیکشیدم دیگه. مثلا از تو این آب برم اون ور اون پلانو بگیرم میگفتم همینجا بگیریم. بچه‌ها یاری میکردم میرفتم با اون پلان خوشگلو میگرفتم. فرهاد فوزونی فیلم بردارم و ایده هایی که این بچه ها داشتن. ترانه ها رو این بچه ها و فرشاد فوزونی که موزیک متن فیلم رو کار کرده این بچه ها انتخاب کردن. یعنی تو تایم 7-8 روز ما داشتیم که همه چیمون رو آماده کنیم و مجوزها رو بگیریم بریم. بچه ها نشستن شب تا صبح با هم دیگه تمرین کردن و در آوردن. یعنی فرشاد فوزونی، فرهاد فوزونی، رضا، آقای طلویی کارشون. یعنی محلا اصلا آواز نمیخوند. بلد نه. محلا تو همون یه هفته فرستادیم پیش هاسمی کارپتیان که بتونه کار بکنه و حالا یه هسته ای از خوندن رو بدونه. این خیلی جذابش میکنه. اون شهرستانی بودن، شهرستانی دور بودن میخوایم در بیاریم. خیلی مهم بود. آره تو فیلم آره تو فیلم هم خودش نشون میده. یکی از چیزای سخت این بود که ما بین 6 تا 8 ساعت فقط در راه بودیم. یعنی برای اینکه برسیم به لوکیشن و به آب ما از خرمشهر 3 ساعت و نیم حرکت میکردیم تا حمیدیه با یه مینیبوسی که پرت اینجوری میرفت و با یه وضعیتی که این ور رو باید میدیدی اون ور رو باید میدیدی و دعا دعا میکردی که نخوری به بغل یا یه جایی نره جاده مثلا خورده نشده باشه که تو سقوط کنی تو آب. اونجایی که ما تا اینجا تو آبیم با دوربین رفتیم تو آب یه چاه یه فاضلاب بود همه میکشید پایین که گیتار این رو آبه همه تو آب بودیم عکسش هستش نمیدونم و کار میکردیم. موقع که گفت ترانه ها رو بساز چی فکر کردی؟ به ترانه ها چیزی فکر کردی؟ ببینید من معمولا حدود کلی کار کردم. من نمیتونم حالا بگم چند تا کلی کار کردم که الان مثلا شما یه ایده ای بدین یا از اون کارهای قدیمی که دارم میرم توش میگردم یا ما این ایده به این نزدیکه. مثل کارهایی که برای مثلا فیلم‌های هومن عزیز هومن سیدی کردم یا برای فیلم‌های رضا دورمیشیان کردم یا مثلا برای مثلا کار خانم حکمت کردم. این همین اتفاق افتاد. می‌گردم اول نزدیکترین گزینه تو کارهایی که ساختم پیدا می‌کنم بعد می‌بینم خب این ایده ندارم ازش. میام با ترانه‌سرا صحبت می‌کنیم جهان بینیمون یکی می‌کنیم. چه ایده برات مهم شد برای بندربند؟ ببینید مسئله برای من این بود که چون من مسئله سیل، آب و جغرافی ایران برام خیلی مهمه. محیط زیست ایران یعنی تنها چیزیه که هنر ایران چشمشو بسته روش به طور واقع میتونم بگم. حتی سینما، یعنی ما الان 3 ساعت میشینیم در مورد پولهای فلان صحبت میکنیم، در مورد سینما صحبت میکنیم، در مورد ابتذال صحبت میکنیم، اینا همش به نظر من ردگمکنیه. ولی اصل مسئله ما محیط زیسته، چیزی که نمیتونیم نفس بکشیم، نمیتونیم آب داشته باشیم، کشاورزمون نمیتونه تولید کنه. در زمانی که داره فرو نشستن میکنه زنگ در هیچ کی در مورد مسائل فیلم نمیسازه. ایران چیزی نمونه که راجع به سینماش بعدن حرف بزنه. دقیقاً سینما زمانی میاد که ایران با خاک یکسان شده. اون موقع میاد میسازه که الان باید بسازه. آره مساعد بر خاک دیدم چه مساعد تلخی بود. آره فرو نشست بود در واقع. میدونی این یه خورده ما
ما حتی نسل خواب خودمون رو میگم ها. نسل ما مثل نسل شما ببخشید این نسل پدرانمون خواب بود و اصل ماجرا رو ازش دور میکردن و یه عالم حوادث رو میآوردن جلوش بزرگ میکردن. این از اون حوادث و از مهمترین چیزایی که باید یک سرزمین داشته باشه دور میشد. کی ما فهمیدیم جنگلای هیرکانی رو زدن جاش کاج سوزنی کاشتن؟ اصلا کی فهمید؟ یعنی وقتی به ترانه ها فکر میکردی، یعنی فکر کردی که به موضوع فیلم و همه چیزا؟ اصلا فیلمو وقتی گفتم من گفتم این آدم داره تو بدترین اوضاع محیط زیستی ایران داره میره هر ایده ای بسازه، اون جغرافیا برای من مهمه، من میرم باش. و گفتم که من بدون هیچ هزینه ای هستم، هیچ مشکلی ندارم، چون که احساس میکنم به کار دادی بس. نه هیچ چی. کدوم ترانه بیشتر دوست داری تو اینا؟ یکی بگیره جلو ما بزن. میخوام بیام بدزدمت، پلنگ صورتی بشم، زوری ندارم اما وقتش غیرتی بشم. یکی بگیره جلومو، یکی بگیره جلومو، یکی بگیره جلومو، یکی بگیره جلومو. با سه ترانه گفتنش یه شیوه داره محمود، هیچکی میدونم قبل از این پا تو قلم نکرده بود. یکی بگیره جلوشو، یکی بگیره جلوشو، یکی بگیره جلوشو، یکی بگیره جلوشو. لا 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 لا. باید بشینی عقب و گازو بگیرم توی تبو، بریم تومه جهان جدا کنیم ده وجب. و باید سر جار بشینی مؤدب و مرتب، و بشینی تربیت کنم زمونه بی ادب. و باید بشینی عقب و گازو بگیرم توی تبو، بریم تومه جهان جدا کنیم ده وجب. و باید سر جار بشینی مؤدب و مرتب، و بشینی تربیت کنم زمونه بی ادب. و یکی بگیره جلومونو، 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 یکی بگیره جلومونو. لا 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 لا. تفره نرو پسم بده قیافه خوشگلمو، خودت گرفتی خودت هم به هم به چسبون دلمو. یکی بگیره جلومو، 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 یکی بگیره جلومو. باید بشینی عقب و گازو بگیرم توی تبو، بریم تو هومه جهان جدا کنیم ده وجب. و باید سر جاد بشینیم و ادب و مرتب، و بشینی تربیت کنم زمونه بی ادب. و باید سر جاد بشینیم و ادب و مرتب، و بشینی تربیت کنم زمونه بی ادب. و یکی بگیره جلومونو، 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 یکی بگیره جلومونو. مرسی. با این جنس موسیقی آشنایی داشتی قبل از فیلم؟
برای ببینید من موسیقی بچه جوان همه رو گوش میدم. همه رو که نه اقراقه ولی خیلی نزدیکم باز به واسطه بچه های خودم. یه سری موسیقی رضا اومد روزی که رسید یه سری موسیقی برای من خوند. دیدم آه جنس خود فیلمه. چرا جنس خود فیلمه؟ ببین این تعریف اینه الان همین ترانه؟ آره یه تحریف بده آقا ده وجب اینو زندگی میخوام ده وجب تو این دنیا کره زمین میخوام جدا کنم اون ده وجبشونو میگن نه برو بشین سر جات مرتب و مرتب باش حرف بی خودم نزن ده وجبم بد نمیدیم برو بشین سر جات. آره خب و وقتی که این ده وجبو ندی این سیله باید وقت جلوشونو بگیریم وقت آنارشی از تو دل این اتفاقا میاد که این ده وجبا رو ندیم. خودت این تحلیل داری؟ بله تحلیلیه که نسلیه که دیگه خودشو کنده از تمام جا سیال و در حرکته و دیگه مهم نیست که وطن کجاست مهم اینه که آرامش کجاست. تلخه این خیلی تلخه این نقطه و مهم چرا؟ مهم اینه که آرامش کجاست مهم اینه که یه اسمی به نام ایران در جهان شده یک چیز عجیب غریبی شما میری آلمان فستیوال بابت هنرت بابت فیلمت اونجا ازتون سوال میکنن که شما در وضعیت سخت ایران چطور کار میکنید میدونید یعنی اونا منو نشون میدن شما رو نشون میدن به جامعهشون که بگیم اینا چقدر بیچارن و فرصت ندارن و تو جامعه بستن و بدبختن بیچارن اصلا من همچین اجازه رو نمیدم به هیچ کسی که بخواد در مورد جامعه ایرانی اینجوری فکر کنه هیچ وقت چون ما جامعه آزادی ما تو خونمون آزادترین آدماییم شما تو خونتون بچه‌هاتون آزاد و رها میذارید و آزاد رها بارشون آوردید میدونی پدر مادر ما با ما اینجوری برخورد کردن اصلا مسئله خیابون نیست مثل ترک جاده لغزنده است که ما با دامایی کار کردیم میگه اصلا خیابون مال هیچ کس نیست حتی خیابون مال کسی نیست خیابون هم مال من مردمه ماهاییم این جامعه رو داریم این نسل رو میشناختی این روحیش و این فضای ذهنیش رو تو اون کافه؟ تو کافه و بندرمن مسئول شناخت این نسله؟ من مسئول شناخت این نسل آب آگاه ببین من اگر این طرحو همون روز که رفتم تو کافه گفتم همین شکلی دایره کشتم اینه اینه سیله اینه میخوام بریم بسازیم کیا هستن همه ای که دور میز بودن گفتم ما هستیم و همونا شدن سازنده های فیل به یه جمع اینش اصلا دور میز نه یه میز داشتیم ما تو کافه همون میز کافه دیدیم فراد فوزونی بود فرشاد فوزونی بود ندا نصف تو ایده رو گفتی و اینا همه من گفتم میخوام برم تو سیل فیلم هم بسازم همه گفتم ما هستیم گفتم که میا بابا گفتم ما هستیم جاده سیل موسیقی جوان بله جاده سیل موسیقی برو گفتم دفتر رفتم تو دفتر همه رضا اومد بازیگر اومدن متمرکز شدیم قصه رو کشتیم بیرون و حرکت کردیم یکی از آدمایی که من خیلی احساس میکنم تو این فیلم جهان بینیش محسوسه و دیده میشه سجاد آورنده چون آدم فیلم بردار درجه یک آدم شاهکار خودش آدم سیالی بوده فیلم بردار سینمای مستند و داستانی بوده و همش این نوع زندگی رو کرده سالها عکاس مستند بوده و خیلی الان توی تصویر هم میبینید خیلی جا کمک میکرد حتی به بازی های ما حتی خیلی جا مثلا یه بار خانم حکمت رو یه پشه زد پاش شد اینقدر عنکبوت آبی رو اصلا یه چیز عجیب غریبی شد نمیتونستم برم اصلا نمیتونست بیاد سر صحنه یعنی این ارتباط بین خانم حکمت و فرهاد و فرهاد سجاد پگاه این خیلی سازنده سجاد بازیگر میگم کلا 9 نفر بودیم تولید اروجی مثلا اروجی هزاران کیلومتر میرفت مثلا این صحنه رو پیدا کنه بگه اینجاست مثلا برنامه‌ریزی کنیم کجا بریم اون صحنه رو بگیریم یعنی این مجموعه به نظر من هماهنگ بود من روز دومی که اومدم سر کار و دفتر و اینا صحبت کردیم دیدم خاله سجاد و فرستاد با ماشین گفت برو تا اصلا ما مجوز بگیریم تو پیووی رو بگیره پیووی بگیر فقط فقط تولید بشناسید تو فقط عصبانی نیستم بازی کردی قبل من عصبانی نیستم بازی کردم یه سکانس خشم و حیاو رو بازی کردم جنبل عادی کمالی رو بازی کردم و تجربه با دورمیشیان اولین تجربه مال دورمیشیان دیگه واقعا دمش گرم میخوام اینجا ازش تشکر کنم من هم از رضا دورمیشیان هم از هومن سیدی هم از علی احمدزاده اینا آدمایی بودن که فرصت دادن من
علی عمزاد به من تو پدیده فرصت داد، هومن سیدی تو دو تا فیلمش فرصت داد، رضا درمیشیان که میتونست اون فیلمو با سوپر استارا بسازه عصبانی نیستن ولی اومد تو دل تئاتر، نوید محمدزاده رو انتخاب کرد، بهرام افشاری رو انتخاب کرد، ماها رو در آورد و واقعا دمش گرم. من خوشحالم که باش کار کردم خیلی زیاد. من وقتی داشت میزد یاد فرهاد افتادم، یعنی خواننده دوران ما فرهاده، فرهاده. به دوره تو خود فرهاد نمیخواد. البته منم هیچ وقت کوچینی یادم نیست در تهران. آره. من تهران بودم ولی نمیدونستم کوچینی، نه تو که بودی سن ما نبودی که. آره. کوچینی نمیدونستم در تهران کجاست. بعد از انقلاب فهمیدم کوچینی کجاست. رادیو نیست یه پادکست خوب راجع به کوچینی داره گوش بده. کی؟ رادیو نیست یه پادکست. آره کوچینی آخه من مثلا در تهران همون بلوار الیزابت سابق یا بلوار کشاورز فعلی، خب من خیلی اونجا رفت آمد میکردم. ولی نمیدونستم اون پایینه. نمیدونستم اون طرف خیابون اون در واقع کوچینی اون پایینه، این طرف خیابون رستوران دیگه بود. بین نمیدونستم در واقع ما فرهاد از ترانه رضا موتوری کیمیاییش. بله با رضا موتوری. با رضا موتوری شناختیم و اون اعتراضی که تو رضا موتوری بود. تو دوست داشتی فرهادو؟ من فرهاد مهمترین خواننده ایرانیه برام. فرهاد بسیار تو زندگی من تأثیر گذاشت. اینکه چه سبک خوندنی رو انتخاب کنم، چه موسیقیایی رو بشنوم، خیلی فرهاد تأثیر داشت. چون خودش وام گرفته از ری چارلز و بیتلز و اینا بود و ری چارلز و بیتلز خواننده دوره اونا. آره دیگه. آره. و ما هم چون خواننده ای که چشاش چیز بود دیگه. آره. بله. فیلمش هم ساختم. دیدم. بله. بسیارم بی نظیره، یعنی خودش یه مبدعی انگار در موسیقی به نظر من. و فرهاد برام خیلی جایگاه ویژه‌ای داره. فرهاد بی نظیره. فرهاد آدمی که تو دهه 60 مملکتشو نظاره بره خیلی میتونه آدم عجیبی باشه. خیلی زیاد. من بعد از انقلاب ندیدمش. من یک بار قبل از انقلاب دیدمش که اجرا کرد برنامه توی شمال شما و در واقع با گیتارش ترانه اجرا کرد و دیگه ندیدم. فریدون فروغی هم بود. که من اونم دوست داشتم. منم خیلی دوست داشتم. اونم خیلی دوست داشتم. آخر بار تو کیش فریدون فروغی بود. آره رفتم کیش که فریدون فروغی بود. میخوای بند در بند ادامه بدی جنس فیلم رو؟ این جنس فیلم رو؟ بزن ادامه اون لو باجت که تو با من همسو نیستی بابت اون تبارشناسی مالی فاسد رانتخالی. نه من با تبارشناسی مالی همسو هستم. همسویی. ولی معتقدم که یه مقدار باید خیلی دقیق‌تر. یه روز به هر حال تاریخ که بگذره اینا میاد رو. مثل مک‌کارتی معلوم میشه، مثل دهه 40 50 اروپا. خب من خوشحالم که پیشرو این قضیه ام و بعد از بندربند سه تا دیگه فیلم ساختیم. ملخ رو ساختیم، به زودی خبرش میاد. 19 رو ساختم که خانم پانتا پنای بازی میکنه. خیلی 19 دمای چیه؟ 19 راجبه یک زن حدیث نفس نسل ماست. کرونا گرفته، نه نفس آخرش برمیگرده تو خونش. چیده قشنگ خوب؟ از هر پنجره ارتباطاش برقرار میکنه و یه چمدون میاد، چیزایی که تمام این سالا از کودکی توی چمدون میچینه و میره، ولی چمدون نمیتونه ببره، چمدون جا میمونه. این آخرین فیلمته؟ نه. آخرین فیلمم که اسم قدیمه جاده 2000، اسم جدید زباله و عروسکه که در شمال ساخته شده، اون یه اتفاقه، اونم رضا هم بازی میکنه. بهدخت بازی بسیار خوبی داره. محمد ولیزادگان بازی میکنن. توی سایت زباله است. بحث محیط زیستی، ولی فیلم کاملا شاعرانه است، کار سیاسی نداره. فیلم کاملا انسانیه و عاشقانه است. اینا که نمایش داده میشه؟ حالا ملخ رو بالاخره بعد سانسور گرفتیم. اینم سانسور داشت من در بند؟ اینم سانسور داشت ولی من انجام ندادم. خوبه. آره هر چی گفتن خجل وزیرم گفتم من اکرام میکنم تو شما بکش پایین، من سانسور رو میکنم. بعدش 19 رو خیلی سانسور دادن، چیز حدود یه رو به فیلم سانسور داشت. شورای قبلی و شورای جدید؟ قبلی. شورای جدید که فیلم نیدن؟ شورای جدید هم دیگه نشون نمیدم. من میرم دیگه کار خودم کنم، حوصله ندارم. خوب. بعدش این یکی 19 رو با موبایل گرفتی؟ 19 حدود 80% با موبایله. 20% و 15% و حرفه‌ای با بازی پانیک گرفتم. خیلی فیلم زیباییه. و آخرین فیلمت هم با موبایل؟ آخرین فیلم نه، آخرین فیلم هم دوربین حرفه‌ای جهان پناه درخشان فیلم برداری کرده، فربود طراحی کرد.
اولین باری که گروه فیلم برداری رفت زبالا همه حالشون بد شد، بالا آوردن اومدن بیرون. اون گاز و اون فضل، بعد اونجا کلبه ساختیم فلا. کار سختی بود، تر و صحنه بسیار درخشان داره، خرقه پوش تدوینش تمام کرد، ایران شهرسازی صداگذاری میکنه. شما همین الان خودتون هم میتونید با موبایل فیلم بسازید، تو صفحه آره. خودتون بذارید، بیشتر از سینما هم. بله ببین، نکته تکنولوژی جدید در واقع آمده سینما با یک پدیده تازه رو برو شده و بنابراین با این پدیده تازه با جور تازه رفتار کرد. بله. اون نکته ایه که در واقع خب در من دارم تمام تلاشم میکنم که بفهمونم به این عقب مونده مرتجع سینمادار و مجموعه ای که به وجود اومده، آقازاده و رانتا، ولی نمیفهمم خب چه کارشون کنم، منم کار خدا میکنم. ولی به نسل جوان میگم گوله این دفاتر آقازاده و پولشوها رانتکارها نخورین که یک قصه ساده منویسین توی آپارتمان میرن میگن 6 میلیارد میشه. برو با موبایل فیلمتو بساز، برو اندیشتو تصویر کن، برو درامتو به وجود بیار، قصتو بساز. من 4 تا، یعنی ببین فریدون وقتی یه فیلم بکنی اصلا کار نکنی این شعار رو بدون گرن حرف نزن، الان 7 میلیارد حرفی. اولی هم بساز میگن الان این یه دونه است، ولی 4 تا من ساختم الان، مدعیم روش. 4 تا فیلم رو باجه ساختم. آقا جیرانی من یه نکته در مورد خانم حکمت دارم. بگو ازم. ببینید من وقتی موزیک میسازم اگه یه موزیسین کنارم باشه بگه اینجاش اینجوری کن اینجا اینجوری، اصلا نمیتونم تحملش کنم. یعنی یا برو خونت یا من برم تو اینجا بمون. خیلی برام روح بزرگش جای حرف داره. اینکه بچه تو بخوای با دیگران تقسیم کنی بله همه خیلی جای حرف داره. یعنی اصلا دوگ نیست اصلا. یعنی میشه در مورد یه ایده، میشه در مورد خوب بودن صحنه یا بد بودن صحنه باهاش صحبت کرد بدونی که عصبانی بشه، میشه باهاش بدبستان کرد، یه چیزی ازش گرفت، یه چیزی داد، این خیلی جذابه. برای من کار کردن باهاشون خیلی جذابه، هر وقتم بگن به خاطر این نوع رفتار کار میکنم. پس به خاطر این نسلی که کار کردن با جذابه، تو بمون فیلمات هم اینجا بساز. خسته شدم. بمون پروانه نمایش بگی، فیلمات نمایش بده، باید فیلم بسازی. اذیتم میکنن خیلی. سعی کن که با اذیت ها اون از اون سیل عبور کردی دیگه، بازم عبور کن دیگه. آخه اون اولی شیطانه. زلزله هم میاد. از اون سیل عبور کردی، تو میدونی من چه علقی به ایران دارم، به سرزمینم دارم. تو اینو خوب میشناسی. نکته تغییر خیلی تغییر. برعکس این هست من به نه اینم وطنشو دوست داره. دوست داره. این میگه نمیخوام راجع به وطنم اینطوری حرف بزنم. صحبت آره دوست داره. ولی وقتی دیگه اینقدر خسته میشم از فهم نادرسته کسانی که قرار بر من تصمیم بگیرن. بمون و در واقع فیلمت بساز. ما یک باز در واقع دلمون میخواد زندان زنان ببینیم، دلمون میخواد در واقع جاده قدیم ببینیم. و آرزوی نه آرزو تو بگو، آرزوی نسل خودتو بگو، آرزوی خودتو بگو. آرزو فقط آرامش. آرامش فقط برای این جامعه، برای مردم خودمون، برای خانواده‌ام، برای شما، برای همه. چیزیه که من احساس میکنم ما نداریمش و نمیذارن داشته باشیمش. آخرین ترانه که خوندی چیه؟ برای خودت خوندی؟ آخرین برای گروه خودت خوندی؟ با چه گروهی اولا کار میکنی؟ من خواننده گروه داماهیم و با دارا دارایی، ابراهیم علوی و حمزه یگانه یه بند داریم که سالها داریم کار میکنیم. و ولی آخرین کاری که خوندم یه کار شخصیه که با امیر دارابی کردم، همین کاری بود که برای تست صدا زدم جلوتون. اسمش سلول نو، قصه یک زندانیه که 10 سال توی سلولی بوده و بعد 10 سال میخوان سلولش رو عوض کنن. اینقدر عاشق سلولی. ترانه‌ای داری که بیرون اومده باشه، بازارم تو بازار اومده باشه؟ بله 2 تا آلبوم داریم ما. خب از این ترانه‌ای که مجوز گرفته کدوم ترانه‌ای دوست داری؟ من مردن مردونه ابراهیم منصفی رو دوست دارم. خیلی قشنگ. یک وصیت‌نامه ای از ابراهیم منصفی به شکل شعر که برای دوست شاعرش حسن کرمی نوشته. اون قطعه مورد علاقه منه که شاهکاره. میگه تقدیر سر پیری از مه چه شبا تا آخر، یا زندگی بخته یا خب مردن. من میخوام همین ترانه رو برای پایان برنامه بخونی. خیلی خوش. من کارهای داماهی رو نمیزنم حقیقتا، چون احساس میکنم گروه هم باید باشه. آره نه همین ترانه رو بخون. ولی شعرش رو میخونم برای بخون. با گیتار بزن دیگه، بخون دیگه. آخه یک پکیج. یه تو سینما هم یه دونه دیگه از منصفی خوندی خیلی خوب بود. یه دونه دیگه قطعه دیگه خیلی درجه یک اونم مثل همین دیگه بخون. پس ما
از بینندگان عزیز که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودن ممنونم. به این موسیقی گوش میدیم و برنامه رو با این موسیقی تموم میکنیم، با این ترانه تموم میکنیم، با تشکر از خانم اینجا منیجر حکمت. ممنون از تو، ممنون از فرصتی که دادی، متشکرم از رضا کلاغ، همه بچه‌ای که پشت سر دادن. کتابش چاپ شد. ای دل دیوانه زاری بس بکن، یمشو زنده داری بس بکن، پیری و عشق دوباره باطله، خزان دیدار گل بیاسله، تا جوانی هر یه دنیا مالتن، با یه چشم هم زدن 40 سالتن، تا جوانی هر یه دنیا مالتن، یه چشم هم زده 40 سالته. ای دل درد آشنا شادی چه بود، روزونه شیرین آزادی چه بود، گفت و مبا تو کویر خشکی هست، باغ سوز آب و آبادی چه بود، داشتن و شادی چه بود، روزانه شیرین آزادی چه بود، کفت و مبا تو کویر خشکی هست، باغ سوز